نمایشگاه کتاب رو در پیش داریم ظاهرا 14 اردیبهشت این نمایشگاه تشکیل میشه اون چیزی که تحقیق کردم از سراسر کشورها کتاب ریخته میشه توی این نمایشگاه کشورها فرهنگشون رو اینجوری تزریق میکنن به کشور ما حواستون جمع باشه مسئولین اگر یک کتاب گمراه کننده در این نمایشگاه باشد من میگم یه دونه یک دونه باشد و اون جوان بگیرد به خانه ببرد خودش برادران و خواهران و پدر و مادرش گمراه بشن شما تا قیامت گرفتار عذاب الهی خواهید بود شوخی نداره به این مسئله مهم باید توجه کنید چقدر قدرت کنترل رو دارید چقدر این کتاب ها رو دونه به دونه میتونید ورق بزنید و شناسایی کنید من دورانی که در سپاه بودم بعضی رو مأمور کردم گفتم برید ببینید چه کتاب هایی عرضه میشه آمدن گفتن کتاب هایی در بین این کتب هست گمراه کننده الهادی منکر خدا منکر اسلام منکر پیغمبر اهانت به پیغمبر ضد انقلاب خب این چه نشد اصلا از خیرش گذشتیم ما نمیخوام پوز بدیم نمیخوایم اصلا نمایشگاه کتاب نمیخوایم چه اشکالی داره میگیم با این شرایط نمیخوایم بالاخره خدا به آدم عقل داده درهای ورودی رو باز کنیم بر کیا بر کدوم کتاب ها و تا کجا این کتاب های گمراه کننده برود و جامعه ما رو از راه مسیر حق منحرف کنند خب حالا این که ظاهرا گذشته دیگه اردیبهشت 14 تشکیل میشه اما من توصیه میکنم عده کارشناس آشنا به فرهنگ های غلط ضد اسلام رو مأمور کنید هنوز دیر نشده بگن ما کتاب های شما رو باید بررسی کنیم ما کتاب هایی که ضد اسلام باشه ضد قرآن باشه ضد انقلاب باشه ضد خدا باشه اجازه نمیدیم اینها رو وارد کشورمون بکنید یه حرف بدیه فصل تابستان نزدیک هست از مردم شریف و نجیب ایران به ویژه تهران انتظار می رود پوشش اسلامی را رعایت کنند از نیروی انتظامی که ظاهرا هزاران مأمور غیر مرئی در رابطه با نهی از منکر به کار گرفته با شیوه بسیار متین بسیار ارزنده و حساب شده تمام شرایط نهی از منکر رو مراعات کردن و بالاخره احساس وظیفه کردن چه می شود کرد انسان هایی میخوان با نظام به نظر من دهن کجی بکنن اینجوری بد حجاب یا باید گاهی بگویم کشف حجاب بعضی از مناظر رو به من نشون دادن واقعا خجالت کشیدم خب مسلمان نمیتونه این صحنه ها رو ببینه و بیتفاوت باشه چه رسد به نیروی انتظامی که اصلا مأمور این معناست باید با گناه علانیه باید برخورد بکند اگر نکرد گناهکار است گاهی عنوان میکنن که مردم آزادن بله ما هم میگیم مردم آزادن اما آزادی محدود دارن آزادی مطلق ندارن اون آزادی که یک فرد بخواد داشته باشه و وزن نظام رو پایین بیاره حتی که انقلابی که با خون شهدا آبیاری شده بکنه این آزادی ممنوعه وقتی آشکار بود پشت فرمان نشسته سر برهنه یا بد حجاب یا احیانا برخورد میکند برخوردهای زشت اینجا که نمیشد بگوییم آزادی آزادی حد داره